سلام بر شما، اینجا استدیو خبری یقین است و من مجیب سلطانی با مهمترین رویدادهای امروز در خدمت شما خواهم بود. امروز سه شنبه اول حمل سال 1402 هجری شمسی است. از سرگیری فعالیت اتاق تجارت ایران و افغانستان پس از 18 سال عضو ارشد اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اظهار داشته فعالیت اتاق تجارت ایران و افغانستان پس از 18 سال در سال جدید اثر گرفته می شود. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که 18 سال قبل با پایان یافتن وزارت شهید سید مصطفی کاظمی کار اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز به تعلیق درآمد. پلیس پاکستان میگوید عاطف منصف خان یکی از مقامات حزب تحریک انصاف با 9 تن دیگر در یک حمله کشته شدند. پلیس به روزنامه پاکستانی دان گفته که عاطف منصف خان یکی از مقامات حزب تحریک انصاف و 9 نفر دیگر در حمله یک گروه رقیب کشته شدند. پلیس در مورد این گروه جزئیات ارائه نکرده است. روسیه حکم دادگاه لاهه را غیرقانونی خواند. در واکنش به حکم دادگاه بین المللی جنایی در مورد بازداشت پوتین به اتهام جنایت جنگی، کمیته تحقیقات روسیه روز دوشنبه پرونده جنایی را علیه دادستان و قضات این دادگاه باز کرده است. روند آزادی پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان ادامه دارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت امارت اسلامی افغانستان اظهار داشته 190 پناهجوی افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صفحه توییترش نوشته که در نتیجه تلاش‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد 190 پناهجوی افغان از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد شدند. از اینکه بیننده ما بودید ممنونیم. از شما به منظور حمایت از ما دعوت میکنیم تا ما را در صفحات اجتماعی با نام یقین میدیا دنبال کننده باشید. بقیه ایام به کامتون.